یواشکی چیکار میکنی تو؟ دارم برگه آزمایش نگاه میکنم. من گفتم برگه زردالو داری تماشا میکنی، همچی داری اینو زیر رو میکنه؟ اگه ندونه فکر میکنه دکتره علوم آزمایشگاهی داری. آقا تو چی حالیت میشه سن؟ شما آقای دکتر بفرمین الان میخوای چیکار کنی؟ پیاده روی مثل هر روز. اینقدر این سیپونکش بالا، هرکی ندونه فکر میکنه زیرش جلیقه انتحاری تنته، زامنش هم روشی تو جیبت. بکش پایین. بفرما. به جان خودم یه بار دیگه رو اعصاب من بری، یا همچین ماشه رو فشار میدم که جفتمون بریم رو هوا. حالا قبل از اینکه ماشه رو فشار بدیم جفتمون بریم رو هوا، بگو ببینم آزمایشگاه رو چیکار کنیم. چی میگی تو؟ یارو قاطی مورفینش یه دو قطره ادرار میریزه میبره آزمایشگاه تحویل میده، بعد آزمایشگاه بن کل منکره همه چی میشه. با ما هم بالاخره یه فکری میکنیم وسط، مشکلات چش رو هم بذاریم میاد فرد رد میشیم میره. مگه قایم موشک چش رو هم بذاریم؟ میترسم قبل از عروسی دخترم بفهمه روحیش رو دست بده. چیزی گفته تو چرا داری اینقدر کشش میدی؟ اون هم از فکر و ذکرش تو عروسی و نمیدونم مقدمات این برنامه هاست. به جون خودم من بهت قول میدم که برنامه آزمایش بیفته کلن برای بعد از عروسی. بس سلام حبیب. جونم حبیب دلم هزار رو میده. دل برم دل تو فقط یه را میره، اونم امی از اونجا فت میره. باشو برو بیرونی، الان میاد میگه اینا چی میخوانی موقع روز اینجا. بودو بیرون، درم ببند. مادر جو این چای اصلت سرد شد در دهن افتاد. همجور که داری کار دستی تو درست میکنی اونم بخور مادر. مامان جون این طرح فضای سبزه، اگه این چایی بریزه روش من بیچاره میشم دیگه. این کار قیچی و قیچی بازیتم از بابات به ارث بردی. اگه تو حالا داری بیمنت زندگی میکنی، صدقه سری این قیچی و کوک زدن به شلوار این اون بوده. من چش و شارم کار میکرد همین الان میرفتم پشت چرخ حیاتی میشستم. به جون تو پارچه میخوام بدم کت شلوار برام درست کنه، اصلا نمیدونی یه حالی هم اصلا چندشم میشه. چرا بابا چه اشکالی داره؟ میریم میدیم یه دونه از این کت شلوار شیک جدیدا براتون بدوزم ببین چی میشی بابا. الهی فدای تو دختر من یکی بشم انشالله. مگه نمیدونی چی کار میخوام بکنم؟ چی کار میخوام بکنی؟ برای شب عروسی میخوام بدم موامو آلا گارسون کنم. ببین فیش بره بالا. بابا جوون میشی یا جوون میشی مثل تک ستاره میدرخشی خوشم تک ستاره. اندازه یه لامپ مهتابی هم نور نداره. حالا منو بگی باز یه چیزی. بابا جون آدم باید با خودش رو راست باشه. دلبرم من به جون تو به خاطر تو خودم رو جوان کردم و الا من که مشکل ندارم. ببین یکی از من تو گذشته که جلت بکشی شهربار نزن. ماما من دارم میرم. خدا خدا بابا خودت میای یا من میام دنبالت از خیاطی؟ نه بابا کجا این همه را بیه برگردی، من خودم میام اونجا. ارزشکاری دیگه. آره بابا جون نگران نباش، مامانت میدونه. برو به سلامت بابا. برو مادر. برو عزیزم. بابا جونم داری میای دفترچه بیمهاتون رو حتما بیار که من بدم آزمایشاتون رو بنویسه دیگه. خداحافظ. تحویل بگیر. تو که میگفتی نمیدونم عروسی که بشه اینجوری میشه اونجوری میشه، یادش میده فلان میکنه اینجوری میکنه اونجوری میکنه. بعد چی شد؟ گیتو بکو پیه. شما این ماشین شماست؟ سند شمرون میزنم بی باشه. منظورم اینه که اصلا شما اینجا وای نسا، برو جای دیگه.
من که جلو در پارکینگ پارک نکردم. خانم محترم، از حد فواصل این علمه که گاز تا اون سنگ جزء محدوده قانونی منه. خونه خواهرزادم اینجاست، اونجا میشینه. خواهرزاده شما تو یکی از این واحدا میشینه، تو بقیه واحدای دیگه هم میشینه؟ متوجه افکار من شدید؟ فلفور برو. سلام خاله جون. سلام. یه دقیقه بیا میخوام ببینمت. کجا این خاله؟ دم دارم دیگه. کجا؟ با میخوای کروکی بکشم؟ جلوی در خونه‌تون وایسادم منتظرم. بیا پایین. الو. جانم. الو. جانم جانم. مگه تو کوالایی تا لنگ زور میگیری میخوابی؟ ای یه دقیقه بیا پایین، کارت دارم دیگه. خاله جون قطع کن اونو، میشنوم من اینجا. کجایی؟ اینجا، این بالا، این بالا. آها. بیا پایین. خاله من تو لباس میخوام بپوشم، بیام پایین طول میکشه. در میزه شما بیا بالا. ببین آخه این نگهبانه نمیگه مول بالا یا اینجا نگوی نسا نمیشه. خاله نمیشتم چی میگی؟ هیچی، من میگم تا من بخوای ماشین رو بردارم برم جا پارک پیدا کنم، پارک کنم و قفرمون بردارم. خاله نمیشتم. هیچی میگم، یه تو که بابی پایین کارت دارم. چشم. الو نگار. سلام. سلام شاد اومد. من امروز دیرتر زنگ زدم که تو بیشتر بخوابی، ولی صدات خیلی خوابالو نیست. چه خبر؟ کی خوابیدی؟ کی پاشدی؟ چی شد؟ نه نه هیچی خاله، متانت اومده. خب دم دره، دارم میرم ببینم چی کارت داره. نگار جان دارم میگم دیگه، دارم میرم پایین برم دم در ببینم چی کارم داره، بپرسم بعد به شما اطلاع رسانی میکنم. برای سوغاتی هم آورد؟ مگه خاله بنده خدا کجا رفته بود؟ رئیس تو میگم که دیشب رفتی دنبالش. نگار خانم شما اول یه فایل ببند. بعد یه فایل دیگه باز کن. اینجوری کامپیوترم باشه هنگ میکنه. بعد من فقط با اون تو راه صحبت کاری کردم و رسیدمش خونه. بعدش هم بگم کی منه که برای من سوغاتی بگیره؟ دختر خالمه، پسر خالمه، خالمه، کی آخه؟ نمیدونم. من گفتم حتما بعد 3 سال اومده حتما دست خالی نمیاد دیگه. همینجوری. نه نه ببین الان ببینم تو آسانسور انقدر میشه. ببین حمید، من دیشب می‌خواستم بهت زنگ بزنم. گفتم حالا چه کاریه؟ دیشب کی رسیدی؟ من صداتو ندارم. اگه صدای منو داری، من بعداً بهت زنگ میزنم. سلام. چند بار سلام میکنی؟ یه دقیقه بیا کارت دارم. خاله من لباسام عوض نکردم، اینجوری نمیتونم بیام تو کوچه. آخه کی به تو نگاه میکنه؟ من اومدم اینجا با همدیگه خود مشورت کنیم، فکرامون رو هم بذاریم، یه کاری بکنیم، یه راهی پیدا کنیم واسه بچه‌م قادر که داره میاد. دوباره چه راهی خاله؟ مگه آقا بهشاد رضایت نداد؟ چرا رضایت داده؟ ولی چند ساعت دیگه بچه من از زندون آزاد بشه کجا میخواد بیاد؟ میخواد بیاد خونه من. خونه من کجاست؟ زیر خونه آشفته. آشفته کیه؟ زن آقا بهشاد. آقا بهشاد کیه؟ بابای افسانه. افسانه کیه؟ دختر خاله افسانه. دختر خاله افسانه هست، ولی افسانه کی بوده؟ نامزد قادر، عقد کرده هم، فقط زیر یه سقف درفتن. الان هم آقا بهشاد این شرط رو گذاشته که قادر پاشو تو خونه نذاره، خصوصا امروز که قراره برای افسانه خواستگار بیاد. یه همچین قولی از منم گرفته بود خاله. حق داره دیگه، الان طلاق دخترش گرفته، اختیار زندگی دخترش دست اونه. بچه من کف دستش که بو نکرده بود که 6 ماه تو زندونه. حالا چی بهش بگم؟ بیاد بیرون از زندون، میفهمه که زنش هم طلاق گرفته هم امروز براش خواستگار بیاد. خیلی خوب خاله، نگران نباش. امروز که از زندان آزاد شد میرم دنبالش. یه امروزی که قراره بر دختر خاله افسانه خواستگار بیاد میارمش اینجا. نم نم یه چیزی از ماجرا بهش میگم. بعد میفرستمش خونه بیاد پیش شما. دندم نر، منم مقصر بودم دیگه. حتما مقصری. اصلا بحث من فقط سر یک روز و یک ماه و یک سال نیست که. من میخوام با این بچه سرسنگین باشم تا قدر عافیت بیاد دستش. و
وقتی اومد اینجا بهش میگی که مادرت ازت شاکیه، انقدر اینجا میمونی تا با ادب بشی. خداحافظ. خاله، خاله متانت. خاله یعنی چی میگه خونه من تعبیرگاهی که اینجا بمونه تا ادب بشه؟ اینقدر رو حرف من حرف نزن. من میخوام این اومد بیرون دیگه اینا با هم روبرو نشن، که این آقا بهشا چهار تا پاشو نکنه توی کفش رو مخ من دستی بکشه. البته خب من هیسل مجموع حق داره دیگه، اینا دیگه زن شوهر نیستن، دختر خاله پسر خاله فقط. یه دفعه نگار زنگ زده، ببخشید. الو سلام. چی شد؟ داریم حرف میزنیم، کجا رفتی؟ تو آسانسور بودم، قطع شد. الان با خاله متانت دارم حرف میزنم، اگه اجازه بدی بهت زنگ میزنم. خیلی به خاله سلام برسون. باش باشه باش، خاله هم سلام میرسونه. همین منتظرم ها، زنگ بزن میخوام قبل رفتن ببینم. باشه حتما، خداحافظ. خاله نگار به شما سلام رسون. تو هم که سلام رسوندی. ببین خاله، میری دنبال قادر گاماس گاماس بهش بگی ها، یه هایی بهش نگی بچه پس بیفته و همینطوریش هم لمس. خاله خاله من بهتون قول میدم یواش یواش بهش بگم که هول نکنه، بعدم قول میدم یه جور ادبش کنم که دیگه این به بعد جلو شما دست به سینه وایسه. فقط کارم باش تموم شد میفرستمش خونه بیاد پیش خودتون. ای بابا خونه من و تو نداره که، من گفتم یه مدت اینجا بمونه که قشنگ آب بندی بشه، شاسی کشی بشه، ریگلاژ بشه. خداحافظ. خاله 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 بچونه خدا، من امروز کلی کار دارم، من حرفی ندارم بیاد اینجا. ولی ولی بی ولی، من طالب تو رو انداختم، من طالب از تو کاری خواستم. بابا یه بار خالد تو یه چیزی خواسته، همش هی نگو نه دیگه. جانم خاله ببین دیگه سفارش نکنم، جون تو جون قادر منو بهش بگو اگه اومد بیرون آدم بود منم سهمم از شرکت شما میگیرم میدم بهش، بزنه به یه کار و کسبی، یه کاری، این بشه پشتوانه زندگیش. بابای خدا بیامرزش که چیزی واسش نذاش، همین اینه دیگه تو دستمون، اینم بزنه به یه زخمی، البته اگه آدم باشه، نه اینکه بده به باد فنا. خاله بابا دیرم شده، باید برم آموزشگاه. خاله جون دیگه سفارش نمیکنم، به من خبر بده. خداحافظ. ای خدا خدا، سلام خانم فاخری. نه نه من قبراق و سرحال بیدارم. بله بله الان داشتم رفتم سوار ماشینم شم برسم خدمتتون. شما چیزی احتیاج ندارین از بیرون؟ خداحافظ شما. بابا خاله همین الان رفت. نگار خانم اجازه بده من آماده شم، خواستم برم بیرون حرکت کنم بهت زنگ میزنم. باش خداحافظ. الو میگم ببخشا ای زنگ زدی من نتونستم جواب بدم، نمیدونم چرا خاله و رئیس و همه و همه یهو یه دفعه با من. آقا امید میگه شرکت شما پول خونه رو نمیخوای بدی. عزیز من اگه شما پول خونه رو بدی منم به صاحب خونه اعلام میکنم، صاحب خونه‌م دلش گرم میشه، سند و فلفور میزنه به نامت. حالا تو لطف کردی رفتی فرودگاه دنبالش، دیگه غلام حلقه به گوشش نیستی دیگه. بهش میگفتی که نمیتونم بیام کار دارم. اینقدر اصرار نکن، الان نمیتونم با حرف بزنم. با من نمیتونی حرف بزنی؟ نه بگی منم به صاحبونه اعلام میکنم. این کیه؟
کی اونجاست؟ با کسی هستی؟ گرم میشی سند فیلتر میزنی؟ من دارم برای خودت میگم، قرومت برم. مگه نمیخوای سند زده بینامش؟ آره، اصلا متوجه افکار من نیستی؟ حداقل متوجه اموال من باش. شما شارژو بده به من، من حقوق من، ماهیان من از همین شارژ به دست میاد. تو دیشب گفتی میری فرودگاه که امروزم بپیچونی دیگه. گفتم دو سه ساعت میرم، نگفتم کل روزو میرم که. خب بهش میگفتی دیشب دیر خوابیدی. تو دعا کن حالا که اومده زودتر با این درخواست وام موافقت کنه، من 500 میلیون بگیرم بدم به صابخونه، صابخونه سندو بزنه که من یه نفس راحت بکشم. حالا ببینم مگه یکی دو روز این بر اون ورشه به جای بر میخوره؟ به جای بر نمیخوره، ولی اگه به صابخونه بر بخوره سند به نامم نمیزنه. اون وقت جواب هر کسو میتونم بدم جز بابای شما. حالا به کجا تشریف داری؟ الان من کجا بیام؟ هر روز از کجا میری سر کار؟ همونو بیا دیگه. من اینجا بغل بلوار وایسادم، منو میبینی؟ الان فلاشرامو روشن میکنم. خدا الان میام. بلن خدا. سلام، خوبی؟ یه دقیقه پیاده شو، میخوام ببینمت. پیاده شم؟ آره، یه دقیقه پیاده شو ببینمت. بیا، ببین. کاش لباس درست درمون میپوشیدی دیگه. حالا اگه لباس درست درمون میپوشیدم میگفتی چیه؟ این دختر رئیست اومده تیپ زدی؟ من به خاطر دوست بابام میگم که الان میخواییم بریم پیشش باش رو درواسی داریم. بعد من دلم میخواست روزی که میریم کچلوار عروسی سفارش بدیم تو خیلی شیک باشی دیگه. خب نگاه کن نگار، میگه اگه امروز لباسم ناجوره بزنی واسه فردا. نه بایسته اصلا حرفش هم نزد. ببین بابام زنگ زده دیشب هماهنگ کرده برای امروز رأس ساعت 12:30. آره فقط خدا کنه شرکت کارم زودتر تموم شه. چون میدونی چرا؟ میخوام دنبال همون پرویزم برم، بالاخره اونم کشلوار میخوام. اصلا چه کاری بود که تو امروز بری شرکت؟ یه زنگ به این دختره رئیست بزن بگو من امروز اصلا کار پیش اومده، احتمالا نمیرسم بیام شرکت، یا چه میدونم دیر میام شرکت دیگه. ها؟ نمیشه. همین میدونی چند روز تا عروسیمون مونده، یک عالمه کار داریم. باشه نگران نباش، من سعی میکنم خودم زود برسونم. زنگ میزنی دیگه. آره. باش. شاید یه کمی این برشه ولی خودم میرسونم. نه همین رأس 12:30 همین. میدونی که بابام چقدر رو قول و قرار حساسه. خدافظ. باشه برو یواش، برو مواظب خودت باش. آقای آسانسور الان درست نکردی؟ آقا دو دقیقه گیر ندیری رفه گیرش میکنم. خواستار خواستا دستم به دامنت، میگم به سلامتی رئیسم که اومد. اگه این خواسته منو دوباره مطرح میکنی ممنون دارت میشم. آی خواستا، آی خواستا، ممنون دارت میشم. سلام خانم مفاخری. به به، سلام جناب آقای خواستا. میتونم بیام تو؟ خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید با عزتتون. ببخشید من نتونستم زودتر از این برسم خدمتتون. اختیار دارین. قهوه میل دارین؟ اتفاقا از بوش خیلی خوشم میاد. ولی متاسفانه بهم نمیسازه. میخورم میخوره. حساسیت دارم. به منم نمیسازه. من تازه آسمم دارم. یادتونه؟ بعد از این اسپری سرباله ها. بله. بفرمایید. با اجازت. این بسته مال شماست. یه سوغاتی کوچولو براتون آوردم. خانم مفاخری چرا زحمت کشیدین؟ من راضی به زحمتتون نبودم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. نمیخوایم بازش کنی؟ بله چشم از من. همون عطریه که بابا میزده. جاشو اینجا خالی نباشه. انشالله زودتر شفا پیدا کنم. بابا همیشه و هر وقت از شما حرف میزدن یه حمید از دهنش در میومد. صد تا حمید میریخت بیرون. میدونین که بابا خیلی دوست داشت یه پسر مثل شما داشته باشه، ولی خب من دختر شدم. گاهی وقتا از شما یه جوری حرف میزد که من فکر میکردم چقدر داره قلوب میکنه، ولی تو این مدت یه تماسای تلفنی و اینترنتی که با هم داشتیم
فهمیدم که خیلی همون حرف قلوف نیست. من واقعا نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم. اگه شما نبودین من از پس مشکلات این شرکت بر نمیمدم. خانم مفاخر دیگه زیادی دارین از من تعریف میکنین. مگه هر کاری برای این شرکت کردن وظیفه‌م بوده؟ در ضمن پدر شما همیشه به گردن من حق داشتن رو دارن. من همیشه گفتم اگه به هر جایی رسیدم از بابت این شرکت بوده. حرف بدی زدم؟ نه آخه یه لحظه فکر کنم بلند شدی منو بزنید. گمان شماست. این چیه؟ دعوتنامه‌ای که بهتون قول داده بودم. فقط باید زودتر اقدام کنید وگرنه ممکنه ویزاتون دیر بشه. ببخشید ویزا برای چی؟ من که قبلا بهتون گفتم من اون طرف یه قرارداد خیلی بزرگ بستم که اگه جور بشه تمام مشکلات شرکت حل میشه. بعدش هم شاید لازم باشه گاهی وقتا خودتون برای بستن قراردادا برین اون بر یا با هم بریم. یعنی منم با شما بیام اون بر؟ خب اینجوری که نمیشه. یعنی برای شما خیلی زحمت میشه. نمیخواد؟ خواهش میکنم چه زحمتی. خانم افاخری میدونید شما لطف دارین ولی من اصلا شرایطشو ندارم. من خودم شرایطو براتون مهیا میکنم. فقط باید عضو خانواده من بشین تا بتونم براتون درخواست اقامت بدم. میدونین که این یه قانونه. معذرت میخوام. خانم شما اصلا این لیست پرداختی ها رو دیدید؟ راضی هستی؟ همین هست دیگه درسته؟ بله بله. این لیست کارمنده هست. توی همونم لیست سهامدار هست. اونم که تقاضای منه. این لیست کار میکنه تا این لیست نتیجه بگیره. ما هم این وسط حقوق این وریا رو میدیم تا انگیزه داشته باشن این وریا رو به نتیجه برسونن. بله البته این وسط هم شرکت داره سودشو میبره. آقای خواستار شما که مشکلات این ور بهتر از من میدونین. منم این مدت اون ور با خیلی از شرکت و قرار مدار گذاشتم ولی واردات دیگه واقعا کار پردرآمدی نیست. حالا گیر و گورش بمانه. احیانا اینا رو نمیگید که با درخواست من موافقت نکنید. من که با درخواست شما موافقت کردم. اگرم تا الان پرداخت نشده منتظرم باری که اون ور قرارداد بستم برسه. چشم حتما انشالله که میرسه. فقط خانم افاخری این پرداختی رو باید امروز فردا انجام بشه. بله حتما انجام میشه. فقط اجازه بدیم من حساب کتابای این ور رو با اون ور یه مقایسه بکنم. حساب کتابای اون ور که من در جریان نیستم ولی حساب کتابای این ور رو توی لیست توی کامپیوترم دارم. اگه میخوام من براتون بفرستم. خوبه ولی ترجیح میدم رو کاغذ داشته باشم. چشم همین الان براتون پرینت میگیرم با اجازه. آقای خواستار کادتون. بله بله داشتی یادم میرفت. خیلی ممنون. منم با شما میرم. میخوام اتاقتون رو ببینم. بفرمایید حتما. ببخشید خیلی خوش اومدید. ببخشید اینجا به هم ریخته است. اتاق کاره. اشکالی نداره. اتاق وقتی که شلوغه یعنی داره کار انجام میشه. شما تشریف داشته باشید. من الان پرینت میگیرم. راحت بشید. کارت عروسی چیه؟ ببخشید. راحت بشین. این کارت عروسی چیه؟ اینو بین چند تا نمونه انتخاب کردیم. فکر کردم این بهتر باشه. جدی مال کیه؟ این برای خودمه. راستش شما در جریان نیستیم. به خاطر همین من یه مقداری گرفتار بودم. برای هماهنگی این کارا. البته خود شما هم دعوت هستین ها اگه افتخار بدین. بعد اون تقاضای مساعده هم برای همین میخواستم. من فکر میکردم اون پولو برای خرید خونه میخواین. یعنی تو درخواستتون اینجوری نوشته بودی. خب به هر حال باید یه جایی باشه که جایزه عروسو ببرین اونجا دیگه. باکلا چقدرم بی سر صدا. خب شما که نبودی من در جریان بذارمتون. بعدم شرط عروسی ما این بود که بی سر صدا باشه. داستان عروسی کردن ما مفصله. بعدم براتون میگم. راستی این کارت خوبه؟
من ترجیح میدم تو شرکت فقط راجع به کار صحبت کنم. نه منظورم رنگش بود. گرید جونم خاله جون. سلام. همین جان رفتی دنبال قادر؟ نه خاله ولی میرم خیالتون راحت باشه. یادت نره میری دنبالش. خاله جون گفتم خیالت راحت باشه نه میرم. خاله جون بردی خونت بهش گشنگی ندی یا بچه اذیت میشه. یه خورده بهش برس. خاله اگه بهش برسم که دیگه سرش به سنگ نمیخوره. راست میگی. ببین. بله خانم. میگم یه چند روزی میخوای بهش برس. بعدن دیگه بهش نرس خب؟ یه لحظه بسه خاله. خاله مگه قراره تا کی بشه من بمونه؟ تا هر وقت که آدم بشه. خب یه بار که بگین قراره با من زندگی کنه دیگه. فقط یادت باشه خاله از افسانه جلوش حرفی نزنی یا که این یه اوی هواییشه بلنشه بره در اون خونه بعد از زبون یکی بشنوه قراره واسه زن سابقش خواستگار بیاد واویلا چه. باشه خاله جون خیالتون راحت باشه. باشه خاله. کاری نداری؟ خداحافظ. خدا. خدا. آخه خواستا چای ساده، بیسکویت، نبات، خورما، قندم که داری؟ دست درده کنه کامل. بذار اینجا رو میز چای. تا سرد بشم برگردم بخوره. آقا اینجوری که داری میری بعیده حالالا برگردینو. برمیگردم کامل. آقا من دهنم قرصا. چی بگی؟ بگم برمیگردیم بگی زود برمیگرد. برمیگرد. رد شو دیگه. سلام آقای دری جونم بفرمایید. الو سلام آقای خواستار ببخشید مزاحمتون شدم. چی شده؟ عموی شما این قفل جدیده رو باز کرده رفته بیرون. ای بابا معلومه عموی من میتونه هر قفلی وا کنه. آقا شما چرا مراقب نیستین؟ آقای هیدری من عموم میادم پیش شما که خیالم راحت باشه که شما سر موقع کارشو انجام میدین مراقبش هستین. وگرنه اینجوری خودم بهتر از شما مراقبت میکنم. از دستش جمع کنین هر قفلی رو. لازم نکنه شما من راهنمایی کنین. کی رفته عموم؟ یه ساعتی میشه. خودم میرم دنبالش آقا. بله ما هم دنبالش. نه دلت واسه ما تعیین بشه نه هوای ما بزنه به سرت. یه چی میگم آویزه این گوشت کن بزن دیگه این برا سری نشی کلاتم افتاد میدم فرشید بیاره تو نیا اینجا زندون جای خوبی نی. جمشید خان قرونت برم بدون شما زندان خیلی سخت. من موندم بیرون بدون شما چجوری با این سختی کنار بیام. میفهمم چی میگی ولی آدم های اینجا هر چقدر که دب دب کب کب داشته باشن بازم تو زندون سکسن. میدونی بسن آدم چند تا کلیه داره همین برجی حاضر الان کلیهاشو در بیاره جفت کلیهاشو بزنه این وسط ولی مثل تو آزاد شم بره مگه نه برجی؟ بله آقا. ای کل تک جمشید خان گول ظاهر آدم ها رو نخوری ها
تو بچه خوبی هستی. دستت درد نکنه. همین که شما همو تعریف میکنی واسه افتخاره. اتاب برو. ببین خطرناکترین خوردنی دنیا گول ظاهر خوردنه. آفره. این رو دیواره هیچ کدوم این توالتا نخوندن. این توالت بین راهی بود. بده بیاد. کاری نشته باش. کجا نوشته؟ مطلب داشتمو بگی. جمشید خان ناقابلش. رمز 4-1. به جیبه؟ نه جان خود. به جیبت برو پایین اونجا نقدش کن. پولش بیرون به دردت میخوره. بیرون 20 نفر کارت به دست وایسادن. اصلا قصه این چیزا رو نخور. وای جان گوش نمی کنم. خدا سلامتی سکر. قرجی. بله آقا. اینو بنده انباری مختار. زندانی سرباز بیکس. سلامتی کسایی که ناکس نیستن. دلتنگن ولی دلسنگ نیستن. مردن ولی نامرد نیستن. عمو پرویز عمو پرویز شکری شکریم آقا هیکل دکه توشم آزاد شدی؟ بله به 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 تو رفتی و ما اینجا موندیم آقا خلاص شدی بالاخره خوشحال که دیگه خوشحال خوشحال تو به صد دست شما درد نکنی هیچ وقت بر نگردی ممنون سلامت خدافظ آواز بریم مسافر ملاقات ببین همین راه مستقیم برو تابلو داره دست راست تابلو داره می‌بینی برو خدافظ آقا سلام عرض شد سلام شما مسافر کشین؟ قربونت برم داداش نه ما دو تا کشتی باری هستیم لنگر انداختیم اینجا منتظر باریم هر جو میلتون حالا کجا میخوای بری؟ نه من شارژ گوشیم تموم شده بعد خانوادم قرار بوده بیان دنبالم هنوز نرسیدن میشه گوشی شما یه تماس بگیرم ببینم کجا؟ قربونت برم داداش من 10 سالی که اینجا مسافر میبرم یک دفعه یه نفر مثل شما اومد گفت گوشی تو بده من یه زنگ بزنم منم دادم و اون گوشی رو گرفت اومد دزدی نه بابا کاش که میدزدی زنگ زد دو هفته بعدش دو تا ماشین پر مأمور نقابدار ریختن تو خونه ما که رابطت با این باند مواد مخدر چیه من بدبختی گیر کرده بودم میدونی یعنی گوشی رو نمیخوای بدیدی قربونت برم داداش اگه امر دیگه داشته باشی در خدمتم آقا ببخشید معذرت میخوام من میدونم که باید به شما پول پرداخت کنم ولی هرچی پول داشتم توی زندان دادم به رفیقام میشه شما منو برسونین تا دم خونه من اونجا از خانواده بگیرم با شما حساب کنم آزادی؟ نه میرم کنگان نه بابا منظورم اینجا آزاد شدی؟ بله پس به پرد بالا بریم دیگه هیکل تکه کرای کنگان چقدر میشه؟ اسپنگ خدا برکت بده اونجا
کمربندت هم چی میکنی؟ اما زیر ماشین چی میکنم؟ شما؟ خدا تو رو خدا اجان دوزت رو برو دنبال خونه شما حتی به خاطر یه جوجه جمع شدیم اینجا به دنبال کارتون شما خونه زندگی ندارید؟ آقا کتا بذار امو امو پرویز آو ببین چی من روزه من اومد همین؟ با بدبخت گره همون چی شده؟ چی شده؟ چی زده؟ کجا میری در میری؟ امو بابا چی هرش؟ امو همینجا تو گر بیادیش بابا یه خونه چیه؟ گوشست بابا گوشست مگه من بچه هم انجوب بده بابا یه جوشه رفته بود من زحمت کشیدم امو نوکره ده میگه این بدبخت کاری کرده بابا یه جوره مگه این گوجست بیبریم همون جورم بیبریم چی گوجست؟ آره همون گوجست این چیزی یعنی چی تا شده نه همون من بابا من بگم شما چیزی توی شده همون من چیزی بگم بریم همون خورم آقا ببخش معذرت میخوام بریم اگه هیچ چی بس بس بزن پوله کشی بگم بابا بزنی بگیرم بابا بیا همون برات میخنم بابا بزنی بگیرم بابا بزنی بگیرم